حسین موسوی میگوید هر کس از حق و قانون دفاع کند عضو جنبش سبز است. اعتراض خانواده زندانیان سیاسی به وقوع انفجارهایی در زندان اوین و واکنش محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به سخنان محمود احمدی نژاد درباره تک‌حزبی بودن نظام. پس از بحث‌های گوناگون در ارتباط با دایره خودی‌ها و غیر خودی‌ها در جنبش سبز، میرحسین موسوی از رهبران این جنبش گفت هر کس هر جا از حق و قانون دفاع کند عضو جنبش سبز است. موسوی در حال این سخنان را در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت که به مباحثی چون اهداف و شرایط کنونی جنبش سبز نیز پرداخت. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت سخنان یک مقام امنیتی را که اخیراً در اینترنت منتشر شده دروغ‌های شاخدار و افسانه‌سازی مبتذل نامیده است. به گزارش تارنمای کلمه، موسوی در دیدار با اساتید دانشگاه تربیت مدرس گفته که ما وقتی این نوار را در کنار این اظهار نظر می‌گذاریم که در کشور فقط یک حزب داریم و آن هم حزب ولایت است، می‌بینیم که عده کشور را دانسته و ندانسته به بنبست می‌کشانند. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم 19 تیر 1389 در همایش مسئولان نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها گفت که با تشکیل جناح‌بندی‌های سیاسی فاتحه بعضی از ارزش‌های انقلاب خوانده شده. او گفت نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است. موسوی بدون اشاره به نام محمود احمدی نژاد گفته که این اظهار نظر شبیه اعلام حزب رستاخیز از سوی شاه است که مخالف صریح قانون اساسی است. او میگوید من بعید نمی‌دانم که در آینده خود قانون اساسی هم با همین وضع مورد حمله قرار گیرد. نامزد معترض به نتیجه انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری در ایران همچنین در این دیدار گفته که جنبش سبز در خارج از کشور سخنگویی ندارد. او با اشاره به اینکه دروغ، ظلم و قانون ستیزی مشروعیت حکومت را ذوب می کند گفته است که جنبش سبز به زودی پیروز می شود. موسوی در حالی از قانون ستیزی به عنوان یکی از عوامل مشروعیت زدایی از حکومت یاد کرده که امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس، امروز خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس به دلیل آنکه دولت دست 138 قانون اساسی عمل نمی کند به محمود احمدی نژاد تذکر داده است. موسوی همچنین گفته که در حوزه عمومی جامعه گشایش به وجود آمده و سبزها از ترس فارغ شدند. او تلاش جنبش سبز را برای داشتن حکومتی که در آن حاکمیت ملت به رسمیت شناخته شود از مساق‌های این گشایش دانسته است. این رهبر مخالف دولت محکومیت قتل و جنایت نیروهای خودسر در گذشته و حال را نیز یکی دیگر از این مساق‌ها خوانده است. میرحسین موسوی منشور سبز را متنی نامیده که با تعامل بدنه ی جنبش کامل می شود. او افسوده که یکی از ایرادات و کاسی‌هایی که منشور دارد این است که به حقوق اقلیت‌های مذهبی نپرداخته است. این رهبر مخالف دولت همچنین گفته که شعار رعایت بدون کم و کاست قانون اساسی با این فرض است که این متن نه جاودانی است و نه وحی منزل و هر نوع تغییر در سطح ملی می تواند مورد قبول باشد که امکانات انتخابات آزاد و رقابتی و غیرگزینشی را فراهم کند. سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید اخیراً گفتند در ایران فقط یک حزب وجود دارد و همه تشکل‌ها و احزاب ناباب و باطلند. اشاره آقای خاتمی به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است که گفته بود در نظام ایران فقط یک حزب وجود دارد و آن حزب ولایت است. به گفته آقای خاتمی در زمان شاه هم گفته می شود که فقط یک حزب داریم و هر که نمی خواهد عضو آن باشد از کشور خارج شود. رئیس جمهوری پیشین ایران که در جمع گروهی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب سخن می گفت همچنین اعلام کرد که می خواهیم در چارچوب نظام و قانون کار کنیم اما عده‌ای نمی گذارند. این سخنان در حالی بیان می شود که دولت محمود احمدی نژاد فعالیت دو حزب اصلاح طلب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را ممنوع اعلام کرده است.